بینوشایی ها سلام. امروز با حسین میخواییم واسه اتون آیپد ایر نسل 4 و آیپد پرو 2020 رو بررسی کنیم و ببینیم که الان که یه مقداری هم از ارزششون گذشته کدوم رو بخریم واسه همون بهتره. پس با ما همراه باشید. بعد از اینکه آیپد ایر نسل 4 معرفی شد، خیلی‌ها گفتن آیپد پرو کیلره. چرا؟ چون اولا که پردازندش A14 یا همون A14 که 5 نانومتریه و از طرفی هم تایپ سی داره که خب خیلی از مردم واقعا دنبال تایپ سی بودن و خیلی‌ها همه شاکیان از اپل که چرا لایتنینگ داری. بگذریم. سر همین ما اومدیم این دوتا آیپد رو معرفی کنیم و بررسیشون کنیم تا ببینیم کدوم ارزش خرید داره، برای چه کاربردی. برای همینه واسه که شماها راحت تصمیم بگیرین، میخوایم دیگه دونه دونه اینا رو جدا بررسی نکنیم، کامل جفتشون بررسی میشن در طول ویدیو، ولی تفاوتاشون هم میفهمین و در نهایت میتونین تصمیم بهتری بگیرین. یه علتی که من و حسین تصمیم گرفتیم با همین ویدیو رو بریم اینه که ما معمولا کنفرانس های اپل هم همه تیم با هم میبینیم و بیشترین ریاکشنی که در طول کنفرانس شما میبینین، حالا همه کنفرانس ها اینطوری هست حسین، ولی کنفرانس اپل بیشتر از همه، یعنی شما ما فقط میشیم و دوست داریم که اصلا ببینیم حسین چه ریاکشن، هر چیزی که اپل معرفی میکنه ریاکشن های حسین فوق‌العاده است. ببین ریاکشن ها بسته به فیچری که واقعا معرفی میکنه است. ببین آیفون 12 حالا به گذشتیم ازش، ولی تایپ سی نداشت، ریاکشنی نداشتم، ولی وقتی که آیپد ایر 4 معرفی شد فوق‌العاده بود، چون تمامی قابلیت های پرو داشت، حالا یکم کمتر و با قیمت پایین‌تر. حالا این الان فیچر رو بهتون میگیم که شما بفهمید که این فیچر چی هستن و واقعا کدومشون بهترن. بریم سراغ ظاهر این دوتا آیپد. تقریبا میتونم بگم شبیه همن، فقط تو سایز آیپد پرو 12.9 و 11 اینچ داره، ولی آیپد ایر متاسفانه فقط 10.9 داره، که البته برای کسی که استفاده میکنن خوبه. اگر بخوام در رابطه با دورش بگم، آیپد پرو 4 تا اسپیکر داره، آیپد ایر نسل 4 دو تا اسپیکر داره. البته واقعا من کیفیت صدای آیپد ایر رو خیلی خوش آمد، حالا شاید آیپد پرو بشنوم زیادتر لذت ببرم، ولی واقعا کیفیت صدای جفتشون خوبه. و تو رنگا شیاه هست؟ ببین دقیقاً چون تنوع دادن توی اینکه حالا اندازه آیپد پرو توش تنوع بیشتریه، شما میتونین دو تا سایز بگیرنش، یا 11 اینچ همونطور که گفت، یا 12.9 اینچ، ولی عوضش آیپد ایر اومده بهتون تنوع توی رنگ داده، یعنی شما روی آیپد پرو فقط میتونین رنگ سیلور و اسپیس گری داشته باشین که الان این اسپیس گریه ولی حالا مشخص نیست، ولی توی آیپد ایر شما میتونین علاوه بر سیلور و اسپیس گری سه تا رنگ پاستلی سبز و صورتی و آبی هم داشته باشین که من رنگاشو دوست داشتم. خیلی هم میگن دیگه خیلی بیحاله، ولی من دوستم چون عاشق رنگای پاستلی هم، مثلا اینم خیلی ها اتفاقا نظرشون جلب شد، ولی در کل ظاهرشون اینه همدیگه هست، همشون دوراشون تخت و لبه های گرد دارن و اینکه چیز دیگه ای نمیتونین ببینین که وای چقدر فرق میکنن از نظر قیافه. چیز دیگه ای که ممکنه ببینین دوربیناشه که با هم تفاوت داره که اونم تو بخش دوربینا بیشتر بهتون میگیم. از نظر نرم افزاری و سخت افزاری باید بگم که دوتا آیپد آیپد او اس دارن و آیپد او اس هم که خب همه میدونید خیلی فیچرهایی مثل مولتی تاسکینگ، مثل کار با قلمش، مثل اسکرایب که حالا با قلم میتونید بنویسید داره و کلی فیچر دیگه که خب خیلی زیاده، یعنی اصلا کلا برای خودش یه برنامه دیگه است. ولی اگر بخوام بیشتر بهتون بگیم در رابطه با پردازنده‌اش، پردازنده آیپد ایر 4 A14 یا همون A14، همون پردازنده‌ای که توی آیفون 12 هست و حالا 12 پرو و 12 پرو مکس که پرو مکس و امین هم بررسی کردن براتون، اونو میتونید اون فکر کنم این بالا باید ببینیم، درسته اون بالا باید ببینیم، حله اون بالا ببینید. از طرفی پردازنده آیپد پرو سال 2020 A12 زده، A12 زد پردازنده قوی شده برای نسل A12 اپل که 7 نانومتریه و البته خب پردازنده گرافیکی قوی تری داره و 6 گیگم رم داره، ولی آیپد ایر 4 گیگ رم داره. البته اینم بگم ها، یعنی حالا من خودم خیلی راجع به دیوایس های اپل خیلی نمیرم این رم و اینا رو نگاه بکنم، خب اوکی پردازنده هاشون رو میدونیم که این سال به سال داره بهتر میشه، یعنی همون کافیه به نظرم، خیلی روی رمش نمیتونیم تمرکز کنیم، چون هیچ وقت من ندیدم از نظر پرفورمنس تو هیچ دیوایسیش کم بیاره، واسه همینم روی آیپدش هم دقیقاً همینه، من فکر نمیکنم چیزی باشه که بگی کم میاره یا مشکلی. دقیقاً سگ کافیه و هر کاری هم راحت میتونی باش اجرا کنی. اگه در مورد حافظه داخلیش باید بگم، باید بگم اپل یکم کم لطفی کرده، البته کم لطفی زیاده ها، یکیش سر همین لایتنینگ ایرپادز پرو. خب نه حالا گوش کن، آیپد ایر
از 64 شروع میشه و 256 هم داره. آیپد پرو از 128 شروع میشه، 256، 512 و 1 ترابایت. که خب به نظر من کسی که کار ویدیو، ادیت ویدیو و کلی کار میکنه، خیلی به نظرم فیچر خوبیه که بتونه حافظه بیشتری داشته باشه. البته جفت لپتاپ ها، لپتاپ واقعا شبیه لپتاپ هستا، بگذاریم، ولی جفت تبلت ها آره با تایپ سیشون به هارد میتونن وصلشن، به موس و کیبورد میتونن وصلشن، با بلوتوثش کلی کار میشه کرد و به نظر من میتونه واقعا جایگزین لپتاپ باشه. دقیقا همینطوره. یه نکته دیگه که داره راجع به نمایشگرش بهتون بگیم که جفتشون لیکوید رتینا هستن و کیفیت به نظر من تقریبا یکسانی دارن، ولی پرو باز یه مقداری بهتره. چرا؟ چون آیپد ایر دوباره مثل همون دیوایس استاندارد اپل، مثل گوشیاش، همچنان 60 هرتزه، ولی اومده روی پروش 120 هرتز استفاده کرده که واقعا وقتی دیگه با 120 هرتز کار میکنین عادت میکنه و ناخودآگاه دلتون میخواد خب دیوایسی باشه که 120 هرتزه یا کلا بیشتر از 60ه. ولی البته اپل اینطوریه که یعنی 60 هرتزش هم خیلی بد نیست، یعنی روان‌ترین 60 هرتز رو داره که بهترین کیفیت ازش میگیرین. اما خب فرقی که من خودم خیلی دوستش داشتم روی این آیپد پرو این بود که شما توی بازیایی مثلا پابجی میتونین روی کیفیت اسموث که حالا کمترین کیفیتشه، ولی اف پی اس 90 بگیرین که اصلا دیگه فوق‌العاده است تو بازی، یعنی جوری بازی می‌کنین که واقعا بردن واسهتون خیلی راحته. آره برای کسی که بازی میکنن حتما بخرنش. ولی در کل آیپد ایر تاچ آیدی داره دیگه، خبری از فیس آیدی نیست، حالا یا به خاطر کم کردن هزینه‌اش یا به خاطر اینکه یه فیچر جدیدی که روی دکمه پاور تاچ آیدی گذاشته که به نظر من خیلی خوبه، ولی خب من دوست داشتم فیس آیدی هم کنارش باشه. ولی آیپد پرو فیس آیدی داره که خب البته برعکس دیگه، تاچ آیدی نداره متاسفانه، یه چیزی رو برمی‌داره یه چیزی رو می‌ذاره. ولی خب آیپد پرو انیموجی یا میموجی بود، میموجی بود که میتونی باش صورت رو طراحی بکنی، ولی خب آیپد ایر نسل 4 متاسفانه خیلی استفاده نمیشه. یعنی مثلا حالا روی آیپدت خیلی نمیخوای مثلا تکست بدی یا از اون استفاده کنی، بفرستی، ممکنه بودنش حس خوبی بهت بده ها، اگه برای کسی مهم باشه خب اینم یه آپشنیه که این اینو داره و اون نداره. به نظرم خیلی برای آیپد کارایی خاصی نداره که بگی به خاطر اون مثلا اینو نخرم. ولی من واقعا از زمانی که اینو گرفتم، چون گوشیم هم تاچ اسکرین، نه تاچ آیدیش، البته تاچ آیدی نیست تو گوشی، سنسور اصلا انگشتش روی صفحه است و اینم دقیقا با سنسورش اصلا انگوش کار میکنه، واقعا به نظر من خیلی خوبه. یعنی من خودم واقعا لذت میبرم، چون حالتش هم یه حالتیه که بعد دو بار دکمه رو بزنیم، یه بار برای اینکه صفحه روشن شه و یه بار بزنیم که بره تو منو. دقیقاً همون حسی که تو گوشه اندرویدی روی سنسور اثر انگشت بهم میده که حس خوبیه، ولی توی فیس آیدی بعد تفر بیاری بالا، حالا صورت شناخت بعد بکشی بالا تا یه چیز دیگه هم هست. مثلا حالا میگم جز باز این کاراییش هم همه چیش مثلا روان ترین ها، چه تاچ آیدیش باشه چه فیس آیدیش، ولی مثلا الان اگه بخوای آیپدتو بیرون استفاده کنی با توجه اینکه ماسک داریم خب خیلی سخت میشه اینو، شاید نشناسه اینا، اگه تاچ آیدی داشته باشه خب راحت بازیش می‌کنی مجبورش. دقیقاً ماسک و اینجوری. البته من واقعا دوست دارم که توی نسل بعدی که احتمالاً شاید تا 3-4 ماه آینده معرفی بشه تو آیپد پرو تاچ آیدی هم کنارش باشه. امیدوارم. مرسی از کافه 41 که محیط زیبا رو در اختیار ما قرار داد که این برنامه رو ضبط کنیم و مرسی از اسپانسر ویژمون ITCT که آیپد رو در اختیار ما قرار داد. اگر برید توی مغازشون و توی اینستاگرام اگر بخواید خرید ازشون بکنید با اسم وینوشا تخفیف خیلی خوبی بهتون میدن و امیدوارم از خریدتون راضی باشید. همونطور که اول برنامه گفتم، نکته بعدی که توی این آیپد متوجه میشین که با هم دیگه تفاوت دارن بخش دوربینای پشتشونه. توی آیپد پرو ما علاوه بر دوربین واید 12 مگاپیکسلی یه اولترا واید 10 مگاپیکسلی هم داریم، کنارش هم یه فلش هستش و البته لایدار. که در مورد لایدار ما قبلا هم صحبت کردیم توی حالا چه بررسی 12 پرو مکس، چه موقعی که معرفی کردن یه برنامه امین و مسعود رفتن که راجعش توضیح دادن، ولی الان بخوام براتون یه کوچولو توضیح بدم که این یه دقیقه بایست میبینم تو برنامه اون دوتا گفتم مثلا. گفتم ولی فقط یه دونه مثال زدن. البته لایدار یا لیدار حالا جفتشو لایدار. anyway لایدار خیلی تو ماشین های خودران استفاده میشد و بعد اونقدر این سنسورش رو تونستن کوچیک کنن که توی آیپد پرو جا بشه. البته یه پروژه هم گوگل تانگو اگه اشتباه نکنم بود که اینو داشت، ولی خب متاسفانه دیگه اون پروژه رو گوگل کنسل کرد و از بین رفت. و این لایدارش به نظر من واقعا خیلی خوبه، یعنی شما میتونید یک محیط بیرونی رو کامل اسکن بکنید که
برای کسایی که تو بحث کارهای سبودی و اسکن کار میکنن خیلی به درد بخوره، ولی خب اینو آیپد ایر نسل 4 نداره. یه ذره ساده تر برش بریم که این لایدر در واقع چی کار میکنه. خیلی خیلی ساده بخوایم بگیم، یکی از کارش اینه که میتونه مثلا سنسور تشخیص عمق متأخر خفن تر عمل بکنه و مثلا توی اجرای بازی ها و برنامه های AR فوق‌العاده باشه. اگر هم کلن راجع به تکنولوژی AR و اینها دوست دارین که بیشتر بدونین، من یه سری برنامه درست کردم که لینکاشون رو بازم توی توضیحات براتون میذارم، برین اونا هم ببینید. ولی کلن تجربه بازی های AR یا مثلا اپلیکیشن و میجر که میخواد بهتون یه سری از جای توی محوطه رو مثلا اندازه گیری بکنه رو خیلی خیلی بهتر اجرا میکنه و خیلی سریعتر آبجکت ها رو تشخیص میده یا کلن اندازه ها رو درست تر بهتون میده. و مثلا این کجا به درد میخوره؟ حالا بازی ها رو که بله شما خیلی تجربه بهتری میگیرین، ولی مثلا توی اپلیکیشن هایی که برای معماری و اینا استفاده میشه یا دکوریشن، شما خب خیلی بهتر میتونین بفهمین که یه چیزی چجوری توی خونتون قرار میگیره و کلن خیلی حس خوبی داره. ولی خب آره با همین برنامه میجر روی آیپد ایر هم میشه اندازه گیری کرد، حالا شاید به اون اندازه دقیق بودن لایدار نباشه، ولی خب کلن حالت بازه ایار هم توی آیپد ایر میشه انجام داد و منم چند از انگری برد زدم که خیلی جالب بود. البته واقعا گاهی اوقات باید سخته و پیچیده شده، چون باید زمینو بچرخونی بری اون ور زمین ببینی چه خبره، خوکی هست باید اکتیو تر باشی خودت، آره. یکم تحرکت باید بیشتر باشه، ولی خب کلا خیلی خوب بود. از طرفی دوربین آیپد ایر نسل 4 فقط یه دونه 12 مگاپیکسلی داره که اوترا واید. نه واید باشه. آره یه 12 واید داره آیپد ایر که تقریبا حتی فلش هم نداره. و البته میدونید کی با آیپد عکس میگیره خیلی زیاد، یعنی من خودم به این فکر کردم خب من نمیخوام عکس بگیرم، من میخوام کارهای پروداکتیو بکنم. آره واقعا سختی توی خیابون بگیر آیپد رو دست بگیری، ولی خب در کل کارهای ساده میتونه باش انجام داد. دوربین سلفیش خوبه ولی اولترا واید فلش نداره، ولی یعنی فلش نداره. دقیقاً دوربین سلفی جفتشون هم که 7 مگاپیکسلیه، فقط اون به خاطر اینکه فیس آیدی داره حالت انیموجی و میموجی که بهتون گفتم انجام میتونید بدید باش، ولی تو این نداره. و البته حالت پورتریت مود که اون به خاطر سنسور مود قرمزش میتونه پورتریت رو تشخیص بده، ولی خب این چنین چیزی نداره و البته به نظر منم چیزی به کار نمیاد. البته خب خیلیا میگفتن چرا دوربین روی حالت افقیش روی حالت عمودیش نیست، که خیلی شاکی بودن که آقا اگه آیپد تو این حالت بگیریم خب بعد کلامون اینوری کنیم، ولی خب در کل بالاخره کسی که استفاده میکنه یا این حالت یا با حالت عمودیه که اگر بخوای ویدیو مسیج بگیری یا ویدیو ضبط کنیم، مثلا حالت عمودی حالت راحت تری واسه گرفتن آیپد دستتون تا شدش هم بالاشه. و به نظر من همه چی دوربینش اوکیه و زیاد استفاده میشه کرد، ولی خب بالاخره کار راه انداز. دقیقاً میگم واقعا هم کیفیتاشون جفتشون خوبه، یعنی از این نظر سلفیاشون کیفیت یکسان دارن، حالا میگم فقط پورتریت مودش نیست، یا 12 مگاپیکسلیاشون هم جفتشون وایداشون کیفیتشون این همدیگه است. فقط مثلا حتی بخوایم با گوشیش مقایسه بکنیم، مثل آیفون 11 همون 12 مگاپیکسله ولی یه مقداری کیفیتش کمتره، که خب بازم میگیم اون عکاسی خیلی مثلا بخواین فوق‌العاده و حرفه‌ای فکر نمی‌کنم کسی با آیپد انجام بده، ولی اگه قراره انجام بده و دوست داره که بهتر داشته باشه انتقاش باید پرو باشه. تا اینجا رفتیم جلو، ولی بریم سراغ چیزی که الان بهتون نشدم، اونم قلمشه. این قلم برای طراحا حکم قلم طراحی خفنی هستش که البته خب من خودم طراحی زیاد نمی‌کنم، ولی واقعا با این قلم خیلی کار جالب می‌تونه بیاد. جفت آیپد ها قلم پنسل 2 رو ساپورت میکنن که مگنتیک به آیپد وصل میشه و میتونید چارجش کنید، دیگه نیازیست درش رو بردید بزنید توی لایتنینگ و دیگه لایتنینگ هم نداره خدا رو شکر، خیلی خوبه. و مشکل حسین با دیوایس های اپل اینه که تایپ سی نیستن، یعنی میگه که اگر تایپ سی بشن من هم آیفون میخرم همیشه، این چون تایپ سی خریده. دقیقاً سر آیفون 11 گفتم اگه تایپ سی بده میخرم، نخرید، یعنی نذاشت، نمیدونم چرا تیم کوک نذاشت. سر آیفون 12 میگفتم دیگه این دفعه تایپ سی رو میده دیگه، ولی بازم نذاشت. سورپرایزمون. آره واقعا حالا سورپرایز بدیم چیه بماند. با این قلم خیلی کار جالب میشه کرد. از نظر طراحی خب خیلی اپای طراحی زیاده، از نظر نوشتنی فارسی متاسفانه نوشتن ساپورت نمیکنه تو اسکرایب، ولی انگلیسی قشنگ ساپورت میکنه. چی میشه دیگه گفت؟ تو بحث نوت برداری خیلی راحته، دستتون راحت روی
صفحه حرکت میکنه. از نظر سرعت جفت آیپد ها این قلم با یه سرعت پشتیبانی میکنن و بحث 120 هرتز و 60 هرتز اصلا مطرح نیست توی قلم. و به نظر من اگر شما طراح باشید و آیپد پرو یا آیپد ایر 4 بگید بدون قلم اصلا به دردتون نمیخوره. آیپد میتونیم که تستش هم ببینیم اینجا چجوریه، که الان تو فوتیج احتمالا داریم میبینیم. و اینم هستش که تمام یه لحظه بین حرفات یادم رفت، تمام فیچرها رو یعنی هستش فیچرهایی که توی آیپد او اس دادن که میتونین حالا تکست ها رو بنویسی خودش تبدیل به تکست بشه یا همون نوشته هاتون رو کپی کنین، تمام اینا هستش. شکل بکشین، شکل رو بتونین کپی کنین. اینا اصلا به آیپد او اس رفت داره که گفتیم توی این زمینه اینا کاملا یکسانن، پس از اون نظر اصلا نگرانی نداشته باشین. یه گزینه دیگه آره قبل جنبندی هم بگم، اگه ایرپاد پرو بگیرید راحت با باز کردنش میتونید با آیپدتون وصل شید، که خب خیلی راحت تره. از نظر صدا واقعا صدای خوبی داره، که البته نیما ایرپاد پرو بررسی کرد تو این ویدیو کامل میتونید در رابطه باش بخونید، ولی خب واسه لینکش کجا؟ لینکش اونجاست آره این دفعه و خیلی گزینه خوبیه اگر بخواید لوازم جانبی هم واسه آیپدتون بگیرید. خب حالا در نهایت یه جنبندی بریم ببینیم که حالا همه اینا که گفتیم بالاخره کدومشون بهتره، کی باید اونو بگیره و کی باید بیاد سراغ پرو. خب اگر علاقه دارید که آیپد بزرگتری داشته باشید که کارهای بزرگتری انجام بدید، که البته میدونم با آیپد ایر هم میشه، ولی تصمیمتون باید رو آیپد پرو باشه. یعنی صرفا فقط اگه براتون صفحه نمایش بزرگ و البته 120 هرتز مهمه. 120 هرتز. یا البته یه چیزی هم ما نگفتیم، اینکه یه مقدار اونم باز از همه از من احساس آره. نمیشه. آره. 100 نیتس روشنایی آیپد پرو بیشتره. یعنی رو 600 نیتس آیپد ایر روی 500 نیتس. ولی اگه قراره که اون 120 هرتز و اینا براتون مهم نیستش، خب همون آیپد ایر هم اوکیه. بعدیش راجب دوربیناست، دوربیناش که اگه براتون مهمه که اولترا واید و فلش و لایدار داشته باشه باز فقط انتخابتون پروه. و نکته بعدی هم که با هم فرق میکنن قیمت. توی ایران قیمت خیلی مهمه و باید بگم که تفاوت قیمتی این دوتا با هم دیگه حدود 150 دلاره، که البته توی ایران کم و زیادیش زیاده. یعنی گاهی اوقات اینا 30 تومن میتونید بگید، اینا 24 تومن، گاهی اوقات میشه 32 میشه 26، کاری ندارم. 150 دلار اختلاف قیمتی داره. اگر کاری ساده میخواد انجام بدید باش، اگر فقط کارتون طراحی ادیت فیلم 4K ندید روی آیپدتون، آیپد ایر جوابتون میده. ولی خب به حواستون باشه که فقط دو تا انتخاب حافظه دارید، ولی تون 4 تا انتخاب حافظه دارید و البته دو تا انتخاب سایز. دقیقاً. پس خب فکر میکنم که یه جنبندی خیلی خوبی شد که حالا هم بتونین راحت‌تر بین این انتخاب کنین که بدونین حتما کدوم احتیاج دارین. و اینکه یه نکته ای که الان یادم افتاد که حالا قبل از اینکه دیگه کامل برنامه رو تموم کنیم بهتون بگم، اینه که احتمال زیاد توی ماه مارچ قراره که آیپد پرو جدید معرفی بشه، پس یه اینم هست که در نظر بگیرین اگه الان آیپد پرو رو بگیرین، خب آیپد ایر جدیدتره، حالا باز دیرتر هم معرفی میشه جدیدش، ولی اگه آیپد پرو بگیرین خب مارچ جدیدش میاد. اگه لازم دارین میتونین الان بگیرین و دیگه هم حالا عوض نکنین، ولی اگه خیلی عجله ندارین میتونین به نظر منتظر آیپد پرو. آره به نظر اگه 27 مارچ اومد میتونید واسه تولد من بگیرید، خیلی خوشحال میشم. البته خب خیلی سخته میدونی، ولی شما نظرتون چیه؟ شما دوست دارید کدوم یک از این آیپد رو باش کار کنید؟ و اینکه اگر طراحید کدوم یکی از اینا رو میپسندید؟ و اگر منتظر میمونید با ما تو کامنت ها بگید، خیلی برامون جالبه که بدونیم نظر شما کدوم یکی از این دو تا آیپد است. مرسی از اینکه این ویدیو دیدین. همونطور که حسین گفت حتما واسمون نظراتتون رو راجع به این برنامه و اینکه کدوم یکی از این آیپد رو ترجیح میدین برامون توی کامنت ها بنویسین. و اینکه ممنون میشم لایک و سابسکرایب توی کانال یوتیوب آپارتمان فرمیشتون نشه. و اینکه اگر دوست دارین بیشتر با ما در ارتباط باشین، میتونین با یوزر @سمیرشاکست ما رو همه جا توی تلگرام، توییتر، اینستا و هر جای دیگه پیدا کنین. اگر دوست داشتین فالو میکنین. مرسی. اگر بخوام یه جمع بندی بگم. برو 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 برو.